ان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به قنیمت شمارهی دوست دم عیسی را به قنیمت شمارهی دوست دم عیسی را تا دل مرده مگر زنده کنی که دم از اوست گر بکند سیل فناخانهٔ دل گر بکند سیل فناخانهٔ دل دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوز. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست به طور خاص هموطنان از که روی فیسبوک ما رو میبینید میتونید با دوستان خودتون شیر کنید تا آنچه نسبت به اخبار روز و همچنین کلام خداوند هستش باشه که باعث امید و قوت بشه همون گونه که سعدی نیز اعلام کرد در این شریک خدمت شما خوندم که می باید این قوت رو از خود خدا بگیریم که بنیاد قوت و امید و شادمانی هستش جا داره از همین ابتدا شاد باش بگم به هموطنان عزیزمون برای پیروزی تیم ایران که از چین سه هیچ بردن و برنده شدن میدونم که خیلی از ایرانی ها در طول این یکی دو روز یک دلخوره خاصی داشتن و حتی نگران بودن شاید ایران ببازه اما خدا رو که این پیروزی همچنین نصف خود مردم شده و ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش پیروزی های دیگر نیز به ما خواهد داد این امید رو نیز میباید داشته باشیم همچنین جا داره که شاد باش بگیم به مردم ونزوئلا که همونطور که خبر دارید به رهبری در اصل مخالفینی که بودن رئیس مجلس قبلیشون آقای اگر اشتباه نکنم فکر میکنم خان گوادو هستش که ایشون رهبری مخالفت رو گرفت و بر علیه نیکولاس مادورو که رئیس جمهور قبلی بود و شرایط بسیار سختی رو برای مردم و نظر اقتصادی مثل یه جورایی مثل خود جمهوری اسلامی عمل کرده بود اما با اعتراضی کردن ایشون به عنوان رئیس جمهور خودش معرفی کرد خوشبختانه کشورهایی که اهل دموکراسی هستن آزادی هستن از جمله خود آمریکا پشتیمانی کردن از ریاست جمهوری ایشون باشه که به فیض خداوند ما در این روزها قبل از اینکه به دهه زجر برسیم شاهد این پیروزی مردم عزیزمون مردم ایران باشیم هرچند اگر دهه زجرم برای گذراندن چهلمین سال پشت سر بگذاریم همون گونه که شما این تصاویر رو دیدید مطمئن باشید که ما با فیض خدا در این سال شاهد سرنگونی نظام اسلامی خواهیم بود و شاهد جشن پیروزی خواهیم بود و شاهد خواهیم بود که این دولتمندان نظام اسلامی که تا به امروز توبه نکردند و تا به امروز از مردم ما پوزش نخواستند اونها نیز در برابر چشم مردم قرار خواهند گرفت و به دنبال توجیه کردن گناهان خودشون و ظلم و ستم خواهند بود و ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش ملت عزیز ما رو به یاد داره و اون روز دور نیست عزیزان فقط باید در اتحاد اپوزیسیون در کنار هم بیستید سرد و ناامید نشیم هموطنان عزیزان روز تصمیم گیری رأی قلبی رو بذاریم بعد از سرنگونی نظام اجازه بدید که این نظام اسلامی سرنگون بشه و بعد از اون هستش من فکر نمی کنم ما دوباره برگردیم به چهل سال قبل که هرچند تو یک دام و یک توته قرار گرفتی و خمینی که جلاد زمان اون موقع بود و خودش رو در نقابی پنهان کرده بود در کنار اپوزیسیون اسلامی که کنار او بودن ما دیگه به این دام ها گرفتار بشیم حتی اگر افرادی هستند با ایدئولوژی های اسلامی باورهای اسلامی ما میدانیم دیگه تموم شده این قصه یعنی امروز شرایط چهل سال قبل نیستش آگایی ها به توسط رسانه های مختلف که توی دست های همه هست موبایل دیگه به گوش مردم داره میرسه و مردم دیگه به اون نتیجه رسیدن حتی هموطنان ما در ایران دیگه میدونن ریشه همه را که به عنوان درد و رنج چهر سال بوده از مذهبی به نام اسلام اومده حتی اونایی هم که اینو قبول ندارن میگن از باور آخوند گرفته شده پس دیگه با ایدئولوژی اسلامی کاری پس نگران برفرد چهار نفر که باورهای اسلامی دارن نباشیم بیستیم در کنار اپوزیسیون در یک دلی چرا که اختلاف دلیلی خواهد شد که باز نظام اسلامی بمونه و این روحیه امید رو از اپوزیسیون و مردم بگیره بیستیم تصور من و خیلی از افرادی که در اپوزیسیون هستند که فعال سیاسی هستن حالا منم به عنوان کسی که معترض به نظام اسلامی هستم در کنار خدماتمون در کلیسا تصور ما بر این هستش که تنها آنترناتیبی که میتونه باشه امروز خود شاهزاده رضا پهلوی هست احتیاجی هم به تبلیغ نداره ایشون خوشبختانه شاید بعضی رو ما باید تبلیغ کنیم بیان بالا اما ایشون احتیاج به تبلیغ نداره پس شایعات رو برداریم یک رهبر رو حالا من سعی میکنم از کلام خدا استفاده بکنم رهبری که دلسوز رهبر ویژگی های خاص خودش داره عزیزان دلسوز هست وفادار هستش رهبر خودش امید دهنده هستش مانع نمیشه و رهبر کسی هستش که میتونه با یک دقت خوب و با یک مشورت از دیگران بتونه حرکت مثبت رو تو یک جامعه ایجاد بکنه اما در کنار این چون انسان هست میتونه اشتباه بکنه پس اه میباید اه تا رسیدن به هدف به نظر من به فرمان اون رهبر بود و مسلما اون رهبر اگر رهبر مردمی هستش زمانی که اشتباه میکنه گوشزدها و مشورت اطرافش رو گوش میکنه و عمل به اون میکنه اما اگر ما این حرکت رو انجام ندیم شکست خواهیم خورد همین الانم هم خب ما در ونزوئلا شاهد بر این هستیم اگر بر مثال رئیس مجلس که خود این آقای خان گوایدو که اعلام کرده که خوان گوایدو که اعلام کرده من رئیس جمهور هستم حالا مخالفین بیان بگن نه نه تو نباید رئیس جمهور بشی ما میخوایم تو رای ب... ما باید به تو دوباره رای بدیم خب این اختلاف میندازه اما چون مردم به پیروی هستن تا اونجام که خبر دارم تا الان گویا 16 نفر کشته شدن در این تظاهرات و خیلی هم زخمی شدن اما در تحت رهبریت ایشون پیروزی ها بوده موفقیت ها بوده پس ما نمیتونیم بگیم عیزا ما یک نفر رو برفرض مانند شاهزاده قبول میکنیم بعد شاهزاده فردا یه صحبتی میکنه بگیم نه نه تو چرا این حرف ما رو رد کردی چرا ما رو تایید نمیکنی هرچند شاید آنچه که شما میگید درسته اما رهبریت باید توی جایگاه خودش بیسته مانند راننده اتوبوسی هستش که داره رانندگی میکنه بعد هر کسی یه چیزی بگه یکی بگه با سرعت تند برو یکی بگه نه آروم برو یکی بگه بزن کنار من کار دارم اون یکی یه خود جلوتر بگه بزن کنار و هیچ موقع به هدف نخواهیم رسید وقتی که هر کسی فکر خودش داره پس باید جایگاه خودمون رو بدونیم حتی اگر شما هم وطن عزیزم که تحت پوشش یک اپوزیسیون هستی باید تشویق کنی رهبران اون اپوزیسیون رو که بیاین به تبعیت از اون رهبری که محبوبیت در جمع مردم نیز داره بدون طرفداری از هیچ شخصی من خدمتون ارز میکنم من به عنوان یک کشیش عزیزان این رو بدونید بارها هم عزیزانی که دعوت کردم در این شبکه اعلام کردیم که هیچ طرفداری از حزب و سازمانی نیست مگر اگر شما حتی اسم منو جایی میبینید نه به عنوان اینکه عضو سازمانی هستم حزبی هستم اگر گذاشتن خودشون گذاشتن پس بلکه برای اتحاد اونجا هستم برای اتحادی که بتونه باعث همبستگی و برای سرنگونی بشه به عنوان یک شبان با نوع کشیش جایگاه هم نیستش ما خودمون سازمانی رو تاسیس کردیم به نام سازمان ونگارد پیس که پیشتازان صلح هست و کار ما کار سیاسی نیست کار ما این هستش که بتونیم با فیض خداوند بعد از اینکه نظام سرنگون شد بتونیم در کشور عزیزمون ایران باشیم برای آبادانی برای دستگیری نیازمندان بچه های خیابانی معتادین و در این مسیر امروز هم برای سرنگونی کنار اپوزیسیون استادیم از این شبکه از این موقعیت داریم استفاده میکنیم در کنار رسوندن خبر خوش انجیل چرا که ایمان داریم که انجیل عیسی مسیح قدرت و توانایی آزادی آزادی رو به هر انسانی خواهد داد که نسبت به اسارت های درونیش که باعث آزار خودش و دیگران میشه بشه یعنی ما این آزادی رو به توسط کلام خودمان به دیگران به گوش دیگران میرسونیم هر کسی پذیرفت خدا رو شکر هر کسی هم نپذیرفت خدا رو شک چرا که او از آزادیش داره استفاده میکنه پس ما هم توی جایگاه بلج... اجبار نیستیم خودمونم به زور به مسیح ایمان نیاوردیم با شمشیر من به مسیح ایمان نیاوردم با جبر والدین من به مسیح ایمان نیاوردم با تحقیق و چشیدن محبت مسیح من به او ایمان آوردم امروزم به شما ایزان مطابق کلام خدا میگم بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست از این رو از شما ایزان خواهش میکنم دست یاری به ما بدید به طور خاص خبر خوشی که هست اینه که میتونیم به فیض خداوند ما روی ماهواره بریم و بتوانیم توی ایران پخش بشیم اونم با کیفیت بسیار خوب اما با توجه به نیاز مالی که ما داریم و تا به امروز هم کلیسا بیشترین هزینه این شبکه رو داده و الان برای کلیسا هم خب نمیتونه مقدور باشه از این رو از شما عزیزان خواهش میکنم اگر مایل هستید این شبکه که یک شبکه ای هست که برامای متنوع داره یعنی ما فقط اینجا شما همش کشیش نمیبینیم برنامه مسیحی نمیبینیم برنامه سیاسی میبینیم جامعه شناسی هست فیلم های سینمایی هستش برنامه هنری رو میبینید از خواننده ها از سرود ها برنامه کودک هستش راز بقا هست سعی کردیم و مسلما اگر امکانات مالیمون بهتر باشه سعی میکنیم بیشتر از این مفید باشیم برای کشور عزیزمون ایران اگر شما عزیزان لطف کنید برای این شبکه هدایایی بدید که ما بتونیم ماهانه ده هزار دلار پول داشته باشیم ما میتونیم روی ماهواره بریم ما الان احتیاج به ده هزار دلار پول داریم عزیزانی که مایل هستن میتونن روی سایت ما برن کمک مالیش میگن میتونن شماره تلفن که پایین صفحه تلویزیون الان مشاهده میکنید نیز ببینید با شماره تلفن 818 716 4 تا 0 تماس بگیرید همچنین با شماره تلفن 818 699 16 15 تماس بگیرید سعی میکنیم از هفته های آینده برنامه های ویژه بذاریم برای همیاری که بتونیم بریم روی ماهواره اگر در دل شما وطنان هست خیلی از عزیزان هستید که دارید کمک مالی میکنید سپاسگزار هستم از مهر شما اما اگر براتون مقدور هست دیگه بگه بخوایم ما بریم روی ماهواره بیشتر از اینها نیاز داریم که شما ما رو دستگیری کنیم و ما این خدمت رو گسترده کنیم و آنچه را که از شما میگیم ایزان هرگز هزینه زندگی من نمیشه هزینه زندگی کسی نمیشه بلکه داره برای هزینه خود شبکه هستش اون ده هزار دلار برای اون امکاناتی که داریم داریم میریم و به نظر من بسیار مبلغ خوبی هزینه خیلی مناسبی هست که ما بتونیم بریم روی ماهباره. پس از شما ایزا خواهش میکنم لطفا با دعای منم الان متحد بشید و بعد از این دعا ادامه خواهیم داد اگر نسبت به نیازت هموطن عزیزم موضوعی هست که میخوای براش دعا بشه میتوانید شما روی فیسبوک موضوع دعاتون رو بنویسید ما به گروه دعا میدیم گروه دعا یک هفته برای شما دعا میکنن حتی خیلی از عیزان هستن که با روزه برای شما دعا میکنن پس این گونه نیست که شما فقط مطلب می رسید. و یا میتونید با ما تماس بگیرید و موضوع دعاتون رو بگید و الان هم با من لطفا در دعا باشید پدر آسمانی خود قدوس تو رو شکر میکنم برای محبت عظیم، تو رو شکر میکنم برای هموطنان عزیزمون. عزیزمون ای خداوندا ای خدا خدا که خدا اینک, اینک... با من با در, این در این دعا متحد هستن خواهش میکنم مطابق, مطابق فیضت این عزیزان رو برکت بده به مستعدهای دلشون, دلشون, دلشون و نیاز و حاجتشون ای پدر جان همچنین دعا میکنم خداوند خدا مطابق فیضت اگر اراده تو هست این شبکه روی ماهواره باشه خودت قلب هم ما رو لمس کنی سای مسیح همین الان خداوند که بتونن کمکهای مالیشون رو بکنن و تو خداوند این مینیستری رو برکت بده برای رسوندن خبر خوش و برای اینکه بتونیم ای هر چه زودتر شاهد آزادی کشور از 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 عزیزمون, عزیزمون ایران باشیم باشی. خواهش کنم با, با فیض نظام اسلامی رو تو سرنگون کن و خداوندا با, با فیض آنانی, آنانی که خادمین راستین هستن رو را اجازه, را اجازه بده مردم, مردم ما رو در آینده نزدیک در کشور عزیزمون ایران خدمت کنند و چون همه اینها رو در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم آمین آمین که با ایمان دریافت کنیم داشتم دیروز یه نگاهی میکردم روی یوتیوب یه دفعه متوجه کلیپی شدم از آقای روحانی که رئیس جمهور نظام اسلامی ستمگر هست و دیدم چه بلوفی داره میزنه و چگونه داره بازم با دروغ فریبکاری میکنه که برفرض این ایشون و افرادی که کنارش هستن این افراد در اصل به نوعی درد مردم رنجدیده ای ایران رو چشیدن و قبلا جزو افراد فقیر توی ایران بودن ولی عجیبه که با این همه صحبتهایی که به اصطلاح زیبا هست میکنن اما عملا گویا اینا عملا در جایگاهی نیستن که یا توانشو ندارن یا نمیخوان که به مردم فقیر کمک کنن بریم با هم این خالی بندی آی روحانی رو ببینیم برمیگردیم در خدمتتون یه دی هستند فشار زندگی روشون خیلی زیاد هست خانواده فقیری که روبروی زن و بچهش خجالت میکشه شاید بعضی ها ندونن یعنی چه اونایی که فقر حس نکردن خجالت در برابر زن و بچه رو نمیدونن من خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه میدونم یعنی چه وقتی زن و فرزند دو بار سه بار از پدر میخواد اینه برام بخر برام بیار بازم میره شرمنده هست این یعنی چی؟ خب این خانواده ها ما باید برسیم باید کمک بکنیم درست شرایط ما سخته جز قشری هستن که عیسی مسیح بهشون میگه ریاکار و به دروغ مردم رو فریب میدن فراموش نکنیم شخص خود خمینی هم در از چهل سال پیش که من خودم شاهد علنی بودم با خمینی پنج 6 متر بیشتر فاصله نداشتم ایشون وقتی توی به داشتن فریب کاری میکردن ایشون داشتن صحبت از این میکردن که آب مجانی، برق مجانی، و صحبت از این میکردن که حتی امکانات خیلی خوب خواهند داشت آزادی خیلی خوب خواهد بود و وقتی هم پرسیدن ازش نهایتا بعضی مدت کمی که پس چی شد گفت این دروغ مسلحتی بود که در اسلام مجاز هست و ما گفتیم و امروز هم این شخص های روحانی نیست با همین فریبکاری ها نیز مردم رو سعی میکنن که اونهایی که هنوز ساده دل هستن و یا قشر مزدوران خودشون رو توی یک جایگاهی نگه دارن تصور نمیکنم ده درصد هم در کشور از ما ایران دیگه طرفدار اینها باشن حتی خود اون مزدور هم دیگه به نتیجه رسیدن که کاری نمیتونن انجام بدن ایسای مسیح در اعمال رسولان باب یک آیه کلام خدا میگه به آنچه که عمل کرد تعلیم داد یعنی به آنچه که عمل کرد سخن گفت اما اینها برعکس هستن اینها فقط سخن میگن و سخن میگن و فریب میدن و میدوزدن و میکشن و همه شخ دیگه همه خود ما همه میدونیم دیگه تصور میکنم که هیچ انسانی بر روی زمین نیستش که آگاه از ظلم و ستم این نظام اسلامی نباشه اما محمد رضا رزاشا شاه رضا شاه بزرگ چگونه انجام دادن تا اونجایی که تاریخ اعلام میکنه تا اونجایی که ما شنیدیم حقیقتا رضاشاه بزرگ اول عمل کرد و بعد مردم دیدن تازه جالبه بعد از اینکه رضا شاه رو تبعید کردن سالها گذشت مردم فهمیدن جالبتر اونه که بعد از چهل سال امروز مردم میدونن که رضا شاه چه کار کرد ادعایی نکرد ایران رو دوست داشت مردم رو دوست داشت و ایران نوین رو نیز ساخت آباد کرد و پسر او نیز ادامه رسالت او بود می اومد تا پسر محمد رضا شاه شاهزاده رضا پهلوی نیز ادامه رسالت رو بده چرا که به خاطر همین بود که تحصیلات می کرد و دانشش رو در مسیر خدمتگذاری به این کشور جلو این برد اما آنچه که همیشه آسیب به انسان میزنه اون حسادت چرا یک خانواده باید برفرض شاه باشن چرا باید بهتر از همه باشن چرا معرف باشن چرا معروف باشن اینا همون صحبت هایی بود که در ابتدای روزهای این توته بزرگ 57 و هفت می شد به ما می گفتن که آره چرا باید یک نفر بر همه حکومت کنن قافل از این که اینها حسود بودن روی حسادتشون بود که آسیب زدن میخوایم با همدیگه نگاهی بکنیم به کتاب نامه یعقوب 3.16 که اشاره درست داره نسبت به اون حکمتی میکنه که نمیتونه از طرف خدا باشه اعلام میکنه از 13 براتون میخونم میگه کیست در میان شما حکیم و عالم باشد پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد یعنی آنچرا که میگه آنچرا که درست هست عملی کنه لیکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید این حکمت از بالا نازل نمی شود آنچرا که باعث شد خمینی و دار و دسته آخوندهاش بتونن بر علیه نظام پادشاهی باشن نه بر این بود که اونها طریقشون همش اشتباه بود حتما اشتباهاتی همه دارن اینه که نمیتونیم ما منکر بشیم خود محمد رضا شاه هم اعلام کرد گفت ما یه اشتباهاتی کردیم همه اشتباه انجام نه اصلا انسان اگر اشتباه نکنه ببخشید انسان نیست پس یک رباته که بهش برنامه ای رو میدن و اون دیکته میکنه تازه ربات هم اشتباه میکنه مگه ماشین ها خراب نمیشن مگه سیستم ها به هم نمیریزن بنابراین اما یک پادشاه با توجه به مسئولیتی که داره مسلما اشتباهاتی اونم میتونه کرده باشه از مشورت هایی که میگیره اینا اما خدمات این پدر و پسر بسیار بودن که اشتباهاشون و چش نیامد مگر اینکه این شیطان و این دشمن بود که متاسفانه بر علیه کشور عزیز ما ایران اقدام کرد اعلام میکنه این حکمت از بالا نازل نمیشود بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی هستش زیرا هر جایی که حسد و تعصب هست در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد که میبینیم شد چهل ساله که فتنه اینها تموم نشد تازه فتنه اینها جهانگیری شده تمام جهان را گرفته حتی تو همین آمریکای لاتین هم اومده به کشورهایی که باورهای الهی هم ندارن اینها دوست داشتن اونجا نیز رسوخ کنن حتی خود همین ونزوئلا شما میدونید اینا چقدر زمین خریدن چقدر سرمایه گذاری کردن برای همین هست الان ناراحت هستن که بخواد اونجا تحولی انجام بشه به طور خاص یک تحولی بشه که آمریکا ازش بخواد دفاع کنه صحبت کنه میگه لیکن آن حکمت که از بالاست کسی ادعا داره من از طرف خدا مثل خمینی ما باور الهی داریم مثل نظام اسلامی میگه اول پاک تاهره بعد صلح آمیزه برای صلح میاد اینا از ابتدایی که اومدن مخالفین خودشون رو کشتن رقبای خودشون رو کشتن و هنوز دارن میکشن و اصلا ولکن نیستن اینها تنها اون در اصل بهترین ابزار که در دستشون دارن برای مخالفینشون کشتن هست و امیدوارم به هیچ مسلمانی بر نخوره در طول چهل سال نیست ایزان 1400 سال هست که این شگرد نظام اسلامی ها هست این شگرد خود اسلام هست اصلا باور اسلام باور رب و وحشت هست میاد بکشه از بین ببره تا بتونه خودش رو ثابت بکنه تاریخ اسلامی رو میگه از خود شخص محمد گرفته تا بقیه که پیروی این رسالت شیطانی رو داشتن اعلام میکنه لیکن آن حکمت که از بالا هست اول تاهر است و بعد صلحآمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میبه های نیکو و بی تردد و بی ریا هستش اما در طول این چهل سال آیا شما دیدید اینها با خودشون هم یک چنین شرطی داشته باشن؟ برای نمونه اینا بچه ها به بچه های خودشون هم رحم نمی کدن. غیر مستقیم حتی باعث مرگ بچه هاشون که مخالفشون بودن شدن آیه محسن رضایی پسرش احمد رضایی چی شد نمیخوام بگم پدرشون رو کش نمیدونیم واقعا ولی چطور نتونست دفاع کنه از پسرش که مخالفش بود همین آیه روحانی که این حرفا رو میزد وقتی شنید دامادش داره طلاق میگیره دامادش رو دستورات کشتن چرا پس اینا, اینا به خودشون هم رحم نکردن چگونه حالا بیام به مردم رحم کنم پس ریشه یابی کنیم عزیزان ریشه یابی کنیم و حقیقتا بیایم ببینیم مشکل اصلی کجا بوده و اگر آزادی ایران رو میخوایم عزیزان تاریخ ایران رو حداقل این تاریخ 100 ساله ایران رو یه نگاهی بکنیم یه تحقیقی درباره تاریخ 100 ساله داشته باشیم اصلا بذارید کنار مذهب و اینا رو ما کاری نداریم یه نگاهی به این تاریخ صد ساله بکنیم بعد ببینیم الان کشور ایران کجا قرار داره اون موقع مسلم میدونیم که میتونیم به یک نتیجه گیری خوب برسیم بریم با همدیگه چند دقیقه از سخنان محمد رضا شاه فقیر رو نیز بشنویم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم می و اجباری تاریکی جه و بیسوادی از جامعه ملت ایران برخواهد بست و در نتیجه مردم به حفظ حقوق خود و رعایت حقوق دیگران آشنایی بیشتری پیدا خواهند کرد اجرای این اصلاحات و آماده کردن ملت ایران برای شرکت در مسابقه ترقی و تعالی جامعه بین المللی امروز آرزوی من و هر فرد اصلاح طلب وطن پرست است آنچه در زمینه اصلاحات تا کنون اقدام شده عبارت زیرسازی بنای ایران نوین بر پایه جامعه آزاد و دموکرات و مترقی و مرفه است که باید تا آخرین مرحله به همین نه پیش برود و از مردم زحمتکش ایران ملتی شاداب و متحد و مرفح و سعادتمند بسازد و بی های اقتصادی و اجتماعی را از میان مردم وطن ما بزداید و فواصل طبقاتی را از میان بردارد بدون شک عوامل سیاه ارتجاعی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در قرقاب مزلت و فقر و بی ادالتی می در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش از محلال مملکت و تسلیم آن به اجانب است از پیشرفت این برنامه ناراضی است و در تخریب آن خواهد کوشید در اینجا من به حکم مسئولیت پادشاهی و وفاداری به سوگندی که در حفظ حقوق و اطلاع ملت ایران یاد کرده ام نمی توانم ناظر بی در مبارزه قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی باشم زیرا پرچم این مبارزه را خود بردوش گرفتم هموطنان عزیز ایمانداران مسی بینندگان شبکه امید جاودان همان گونه که آگاه و مستحصر هستید سازمان پیشتازان صلح در طول سالها در صدد رساندن خبر خوش نجات بخش انجیل و همچنین آزادی کشور عزیزمون ایران از دست نظام ستمگر اسلامی در تلاش بوده و خواهد بود اینک برای گسترش این خدمت در اندیشه پخش برنامه های این شبکه بر روی ماهواره می باشیم و برای به اجرا در آوردن این رویا هر ماه می باید مبلغ ده هزار دلار هزینه نماییم خواهشمندیم در این هدف حیات بخش ما را یاری فرمایید میزنم بده با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز عزیزان ما برنامه برنامه زنده هستش به طور خاص عزیزان که رو فیسبوک هستید لطف کنید ما رو شیر کنید با دیگر دوستانتون و مشروط بر اینکه که سآلی دارید موضوعی هست میتونید روی فیسبوک بنویسید و من در خدمت شما هستم و یا با شماره تلفن هایی که پایین صفحه هستش میتونید تماس بگیرید 818 716 4 تا 818 18 699 16 و 15 در خدمتون هستیم بازم یک بار دیگه خواهش میکنم مشروط برای اینکه براتون امکان پذیر هستش دست یاری بدید که ما بتونیم بریم روی ماهواره و برنامه هامون توی ایران پخش بشه با توجه به اینکه حدود 10 سال هست که این خدمت تلویزیونی رو ما داریم و خدمت ما در ایران شناخته شده و در کنار این خدمت ما برای آزادی ایران همیشه صحبت کردیم ایزانی هستن که در تقریب ما هستن و ما رو فالو میکنن به دنبال ما هستن نسبت به خدماتی که داریم مسی که خدا به من داده و خادمینی که کنار من هستن پس مسلما بسیار مفید خواهد بود مشروط برای اینکه ما بتونیم روی ماهواره بریم هرچند ما رو روی اینترنت روی موبایل ها دارن اما روی ماهواره مسلما با توجه به صحبت که کردیم با یک کیفیت بسیار خوبی خواهیم رفت اما ما نیازمند حداقل هزینه ای که هستیم برای این خدمت ده هزار دلار در ما هست که از شما عیزان دست یاری رو میخواهیم که به ما کمک کنید و این کاملا این هزینه ای هستش که میره برای این پخش شبکه امید جاودان روی ماهواره برای ایران و همچنین کشورهایی که اطراف ایران هستن که باشه اونها میز برکت میرن اما نسبت به موضوعی که صحبت کردیم در رابطه با رهبری و یک حرکت درست برای رسیدن به آزادی گاهی تصور بر این هستش که مردم فکر میکنن بهتر است که یک رهبر داشته باشن و این رهبر بره همه کارا رو انجام بده و بعد همه شرایط ایجاد بشه مردم در رفا باشن دیگه قافل از این هستن که رهبر زمانی تعریف داره که پیروانی داشته باشه مریدانی داشته باشه در غیر این صورت هر یه نفر میتونه بگه خب من رهبرم بله رهبر رهبر خودشه رهبر فکرشه رهبر زبانشه احساسشه اعمالشه اما رهبر دیگران نیست مگر اینکه دیگرانی او رو دیده باشن طرز صحبتشو اعمالشو و محبوبیتی که داره اون شخص رو به عنوان رهبر میپذیرن و وقتی که میپذیرن این رهبر در اصل همون گونه که ارز کردم مانند راننده اتوبوس خلبان یک هواپیماست که شما وقتی که به اون اعتماد داری و راحت ریلکس روی صندلیت میشینی باید کاملا بهش اعتماد داشته باشید دیگه مسلما همگونه با صحبت کردیم میتونید تو یک خلبان یک راننده اشتباهی بکنه یک لحظه اما به هر حال این گونه نیستش که عمدن کاری رو انجام بده همه به تبعیت از اونیز از عمل خواهند کردش حالا اگر ما امروز شخصی رو به عنوان رهبر میپذیریم میباید به صحبتاش گوش کنیم این اتفاقا نقطه ضعف ما چهل سال پیش نسبت به رهبری محمد رضا شاه همین بود او رو خوب نمیشناختیم اجازه دادیم شاید بر علیه او توی ذهن ما اول رخنه کنه بعد در زبان ما جاری شد قافل از این بودیم که دنیای حسود حسادت کرد بر علیه کشور عزیز ما بر علیه پروژه هایی که محمد رضا شاه در کنار خادمی در کنار نخست وزیر در کنار وزرا داشت یعنی ایشون هم این رویا رو در کنار اونها بود میخواست به ثمره برسونه ایشون هم به تنهایی کاری نمیسته مثل من من به عنوان یک کشیش در کلیسا اگر کسی حمایت نکنه صحبت های منو اگر خادمی کنار من نیسته خب من چگونه میتونم یک کلیسا رو پیش ببرم جلو چگونه میتونستم توی این ده سال این خدمت رو جلو ببرم پس باید افراد وفاداری باشن کنار من وفاداری اونها به من وفاداریشون به رویایی که چه من از خودم دارم چه از خدا گرفتم که من از خدا گرفتم این رو، رویا رو دارم حرکت میکنم برای نجات مردم ایران برای ایرانی ها ما این حرکت رو بکنیم وقتی خادمین کنار یک رهبر می ایستن مشاورین کنار یک رهبر می ایستن و بقیه آنانی که مرید هستن رو به آرامش به وفاداری به محبت به صبر تشویق میکنن اون رهبر با آرامش میتونه پیش بره و راهنمایی کنه و برسه به هدف در غیر این صورت این گونه نیست که یک روز ما از خواب بلشیم بگیم اه فلان کشور چی شد انقلاب کردن پس چرا این رهبر ما رو کاری نمیکنه این گونه ما نمیتونیم باشیم اگر حقیقتا یه شخص رو به عنوان رهبر انتخاب کردیم باید کاملا تبعیت از فکر و ذهن او داشته باشیم برای نمونه قوم اسرائیل قوم اسرائیل همه ما به خوبی میدونیم که این خدا بود که اونها رو از بردگی از مصر رهایی داد اما قبلا هم عرض کردم این گونه نبوده که خدا با دستش بیاد این قوم اسرائیل ورداره، رو برداره بذاره توی کنعان بلکه مراحلی رو طی میکنه به این راحتی نبود که فرعون اجازه بده قوم اسرائیل رهایی پیدا کنن بلکه ده بلا در مصر خدا اجازه میده ایجاد بشه که فرعون متقاعد این بشه که این قوم رو آزاد کنه خب اینا کارایی بود که خدا کرده بود و که بتونه این امید رو در دل مردم قرار بده الان هم ما همون جایی خواهش میکنم توجه کنیم ما الان همون جا هستیم طریق خدا فرق میکنه الان تو همون جایگاه هستیم خدا اجازه داده که آمریکا دولتی داشته باشه شخصی به نام ترامپ هیچ شخص هیچ هدف حمایت از ایشون ندارم مخالفشم نیستم عزیزان اما خدا از شخصی به نام ترام و از دولت ترام داره استفاده میکنه که در برابر این دولت ستمگر اسلامی بیسته توی تحریم توی برنامه هایی که داره انجام میده نسبت به این که بتونه این نظام تضعیف بشه به خاطر چهل سال ظلمی که کرده حالا دولت ترامپ و آمریکا چگونه فهمیده خود ما مردم من تو این کشور پناهنده هستم تو هموطن عزیزم که از ایران اومدی بیرون حتی میگی من پناهنده نیستم اومدم اینجا ویزا گرفتم برای چی تو این کشور موندی برای چی خارج از کشور موندی چرا تو ایران زندگی نمی کنی کمونیسته فرار کرده مسلمونه فرار کرده مسیحیه فرار کرده بهایی فرار کرده اهل هنر فرار کردن همه ما فرار کردیم چرا فرار کردیم؟ چون جایگاه مناسبی تو کشور عزیز ما ایران نبود برای فکر و احساس ما و امنیت ما اگر فرار کردیم این پیام رو به دنیا رسوندیم ما پناهنده هستیم از چی فرار کردیم؟ از دست این دولت ستمگر فرار کردیم به گوش همه دولت ها رسید اما اونها منافع خودشون رو خواستن از جمله خود اوباما که رئیس جمهور قبلی بود حالا شرایط رو خدا ایجاد کرده دولت ترام و خود ترام بر علیه این نظام ایستاده هم وطنان ما و خدا داره پیام رو میده از این به بعد ما هستیم باید حبت کنیم قوم اسرائیل از مصر اومد بیرون حرکت کرد مردم ما چه داخل و چه خارج باید متحد بشیم تحت رهبریت کسی که بیشترین محبوبیت رو داره اگر ما مثل کپک کلمونو رو بکنیم توی برف اون موقع میتونیم بگیم که شاهزاده بیشترین محبوبیت رو نداره حتی اگر آنچه که شما میگید از نظر اقلانی و منطقی هم درست باشه تز شما اصلا درست میگید شما اما بیشترین محبوبیت رو داره من جزء کسایی هستم از خادمینی هستم که با مردم ایران حداقل 20 تا تلفن از ایران دارم و این 20 تا تلفنی که دارم به راحتی 7 تاش درباره مسائل سیاسی صحبت میکنن و این 7 تا به راحتی به راحتی توی این 8 تا 5 تاشون نظرشون شاهزاده رضا پهلوی است 5 تاشون یعنی حتی اگر منم نظرم نباشه خب من که دارم میبینم که حالا منم چشامو میبندم میگم نمیخوام ببینم گوشامو میگیرم میگم نه من کاری ندارم درست و نادرست مردم ایران دارن صدا میزنن و این کار درسته از نظر من چرا میگم چون روزگاری به اشتباه به خیانت به ندانستن کینه مصنوعی رو در دل مردم ایران بر علیه این خانواده ایجاد کردن و بین این خانواده و بین مردم ما کینه ایجاد شد هرچند هرگز تا به امروز نه از شهربانو فره نه از شاهزاده ازا نه از هیچ کدوم از این عزیزان ما نشنیدیم که اینها بگن کینه ما نسبت مردم ایران داریم هرگز نشنیدیم همیشه دلسوزی کردن همیشه اعلام کردن که دلشون برای مردم ایران سوخته اما این کینه تو دل مردم ایران بود یه زمانی حالا نیستش اما اگر حالا نیست باید یه اتفاق زیبا بیفته و اتفاق زیبا اینه که باید همه ایرانی ها که توی ایران هستن و خارج از ایران همه اومدیم همه میگیم وای زمان شا چقدر خوب بود نمیگی اون کمونیست هم میگه اون مسلمون هم که متعصبه میگه اون مجاهد هم دازه میگه <مه> بهتر الان بود دیگه درسته؟ حالا بازی سیاست رو بذاریم کنار که غرور سیاسی ما نمیذاره اما شما شخص کمونیست شما شخص مجاهد اون موقع راحتتر نبودی حالا که به سه شماره ادام به سه شماره ادام اون زمان حداقل تو روزنامه ها تو تلویزیون میرفت میرفت تا ببینیم چه اتفاقی میافتد اگه بخوایم دموکراسی را ما بیایم وضع کنیم در این دو تا نظام متوجه میشیم که این نظام میسوزه سوخته پس بنابراین همه به این دلیل اومدیم عزیزان میباید اگر ایران رو میخوایم اگر آزادی ایران رو میخوایم حتی اگر شخص خود شاهزاده رضا پهلوی میگه من راستیتش نمیتونم نمیخوام برفت چه این چیزی که من تا به امروز نشیدم اگرم میگه نمیگه شما باید تشویقش کنید باید امید به این شخص بدید چون به خاطر این به دنیا آمده تحصیلات کرده و در این مسیر تحقیق کرده حتی اگر شما یه موقع میبینید غمگین نگرانه بهش حق بدید ملت ما با این خانواده چه کار کردن عذر میخوام ببخشید چه گلی بر سر این خانواده ما گذاشتیم امروز دوستش داریم همه ما میگیم دوستشون داریم اما چه کار کردیم واقعا جاوید شاه جاوید شاه که هم دارم رو فیسبوک هم دارم مینویسن نظر لطفشونه اما چه عملی رو انجام دادیم تازه از ایشون میخوام که فداکاری کنه بلنشه بره ایران باید فداکاری کنه دیگه باید فداکاری بکنه لذا تو الان هم این کار انجام داده پس میباید برای پیروزی ها هموطن عزیزم یاد بگیریم وفادار باشیم اگر وفادار نباشیم ببخشید خدام نمیتونه کاری کنه میگید نه با هم میخوایم بریم کتاب اعداد باب سیزده رو بخونیم ایماندار مسیح خوب میدونید عزیزان تشویق میکنم کتاب اعداد رو که نویسندهش موسا هست جز پن یکی از پنج کتاب تورات هست رو یه ملاحظه ای بکنید لطفا با دوستانتون شیر کنید این برنامه رو مفیده امروز برنامه ما گذشته از پند روحانی عزیزان برای آزادی ایران داریم صحبت میکنیم چگونه ما ایران رو آزاد کنیم اگه برای تو مهم هستم وطن عزیزم خواهش میگم توجه بکنید توجه کنید و جلوی شایعات رو بگیرید سخنان منفی رو بگید حتی به شوخی هم سخن نگید لطفا که آره ملت ما کاری نمیکنن حالا شما بر فرض مثال دفعه متوجه میشید چند تا کشور مثل بنوزوئلا یک حرکتی انجام میدن پیروز میشن بعد هی به رخ نکشیم آقا دیدی اونا شدن ما هنوز نشدیم خب ملتشون هنوز تو خیابونا باید بریزیم باید تشویق کنیم ایرانی ها نمیریزن تو خیابون ما که خارج از کشور هستیم بریزیم تو خیابون و این امید رو باید بدیم گوش کنیم به اپوزیسیون به بر شبکه های سیاسی گوش کنید و انجام بدید الان زمان گوش کردنه که اپوزیسیون چی میخواد از شما اپوزیسیون رو مجبور کنید که کنار شاهزاده بیستن و اون موقع هستش که یک دل میشه حتی بعضی ها خود شاهزاده نمیخواد بیاد حالا چرا شاهزاده میخواد ایشون هم ب... ازشون خواهش کنید بیاد ایران میخواد آزاد بشه هیچ راهی نداریم امروز ما هیچ راهی نداریم دو مال بعضی از صحبت ها میبرون بر میشه نرید لطفا عزیزان هیچ راهی نداریم غیر از این حتی اگر دنیا هم نخواد ما ایرانی ها باید آماده باشیم که شخصی رو که میدونیم بهترین موقعیت رو داره محبوبیت رو داره اون رو بخوایم که رهبریت کنه در کتاب اعداد باب 13 اعلام میکنه و خداوند موسا را خطاب کرد گفت این اتفاق زمانی میافته که چهل سال قوم اسرائیل به خاطر نافرمانی از رهبر یعنی در اصل در زمانی هستش که ما میبینیم که خداوند از قوم اسرائیل میخواد که برن در کنعان ولی گوش نمی کنم و نافرمانی می کنم و بعد از این چهل سال به اسارت خود در از جهل خودشون میافتن اعلام میکنه و خداوند موسا را خطاب کرد و گفت کسان بفرستنی افرادی رو بفرست تا زمین کنعان را به بنی اسرائیل دادم داده خدا ایران رو به ما دوباره برگردونده عزیزان از دست نظام اسلامی خدا داده به ما ما فقط باید بریم بگیریم جاسوسی کنن یعنی برن کنجکاوی کنن یک نفر را از هر سبت تا آبای ایشان که هر کدام در میان ایشان نیز باشن و بعد میگه پس موسا به فرمان خداوند ایشان را از صحرای فاران فرستاد و با همه رؤسا صحبت کرد میریم آیه 17 چون وقت زیاد میبره من سعی میکنم فقط اون نکات مهمتر رو دربارش صحبت کنم میگه و موسا ایشان را برای جاسوسی زمین کنعان فرستاد به ایشان گفت از اینجا به جنوب رفته به کوهستان برایید زمین را ببینید که چگونه هست این تحقیقی است که باید اپوزیسیون بکنه باید آماده بشه اپوزیسیون باید امید داشته باشه باید روحیه داشته باشه کار من به عنوان یک کشش اینه که برای اونها وقتی میبینم براشون دعا میکنم بهشون امید میدم توی شبکه هایی که من میرم توی شبکه ها هدفم نیست که من خودم رو نشون بدم گذشته از کلام خدا خدای قدوس میده من برای همه اپوزیسیون دعا میکنم قبلا هم عرض کردم حتی شخص کمونیست توی اپوزیسیون من براش دعا میکنم من کاری ندارم اون خدا رو باور نداره ولی میدونم که خدا او رو آفریده شکل خودش آفریده من داور نیستم ولی اون با دلسوزی برای مردم ایران ایستاده من براش دعا میکنم و اعلام میکنه و زمین را ببینید که چگونه است و مردم را که در آن ساکنند که قوی یا ضعیف قلیل یا کثیر و زمینی که در آن ساکنند چگونه است نیک هست یا بد و در چه قسم شهرها ساکنند در چادر هستند در قلعه هستند و همینطور داره اعلام میکنه که در چه شرایطی هستند و اینها میرن و بعد از دوباره من آیات دیگه میگم میگه بعد از چهر روز اینها میرن تحقیق میکنم میگه و بعد از چهر روز آیه 25 از جاسوسی زمین برگشتن اومدن و روانه شده نزد موسی و هارون تمامی جماعت بنی اسرائیل به قادش در بیابان فاران رسیدن و برای ایشان و برای تمامی جماعت خبر آوردند و میوه زمین را به ایشان نشان دادند و برای او حکایت کرده گفتند به زمینی که ما را فرستادی رفتیم و به درستی که به شیر و شهد جاری بود و میوهاش آنچنان و اینچنان بود و, و تعریف میکنن که بسیار خوب بود کالیب که یکی از یاران وفادار به موسا بود یکی از یاران وفادار موسا در بین دوازده رهبر یکیش کالیب بود و یکیش هم یوشع بود حالا میلام میکنه و کالیب قوم را پیش موسا خاموش ساخت و گفت فلفور برویم و آن را در تصرف آریم زیرا توانیم بر آن غالب شویم این هم یکی از رهبر بود اما رهبر پر از امید بود داشت اعلام میکرد که ما میتونیم پیروز بشیم مثل خیلی از رهبران اپوزیسیون که اعلام میکنن ما میتونیم موفق بشیم ما میتونیم پیروز بشیم ما میتونیم نظام اسلامی رو شکست بدیم نمیان با ناامیدی صحبت کنن دانششو دارن غیرتشو دارن و دارن عمل میکنن من این اعلام میکنه اما آن کسانی که با وی رفته بودن گفتن نمیتوانیم ده تا از رهبران موسی اینگونه فکر کردن با این قوم مقابله نماییم زیرا که ایشان از ما قوی ترن و یعنی ضعف خودشونو دیدم متاسفم که هنوز گاهی ما میشنویم که دی هستم میگن ای بابا اینا سپایی دارن بسیجی دارن اینو دارن تا زمانی که ما خودمون رو ضعیف میبینیم دشمن هم ما رو ضعیف میبینه عزیزان اگر ما قرار هست حق خودمون رو بگیریم درست خدا با ماست اما خدا میخواد ما بر اون حقمون هم خیلی موقع بجنگیم تازه اون جنگ رو خدا میکنه قرار ما وفادار به با او باشیم سخن منفی چرا؟ چرا اجازه میدیم نامیدی در دلمون بیاد؟ عزیزان اینها کی هستن؟ اینها پشتبانهشون خود شیطانه شیطان چه قدرتی میتونه داشته باشه در برابر مردان و زنانی که با غیرت میستن برای سرزمینی که خدا آفریده مردمی که خدا آفریده پس میباید با غیرت حرکت کرد با جرأت من این رو در حضور خدا میگیرم و این رو اعلام میکنم نه در شبکه خودمون که امید جاودانه در شبکه محبت هم همیشه اعلام کردم بسیار مسجد ها و پیام های از ایران دارم که مردم خوشحال میشن مردم شاد میشن باید این مردم رو به امید دعوت کرد نه امید واهی امیدی که ما داریم میگیم از طرف خداست امید حقیقیه همون گونه که خداوند از قوم میخواست حرکت کنن و برن کنان سرزمینی که خدا به اونها داده بود رو بگیرن امروز که کشور عزیز ما ایران مال ما بوده چرا سکوت حقیقتا امروز جمهوری اسلامی کشور ما رو به تصاب برده و تحت استعمار قرار داده عزیزان میباید ما این سرزمین رو پس بگیریم و اعلام میکنه و درباره زمینی که آن را جاسوسی کرده بودند خبر بد نزد بنی اسرائیل آوردند شایعه درست کردند گفتن زمینی که برای جاسوسی آن از آن گذشتیم زمینی است که ساکنان خود را میخورد و تمامی قومی که در آن دیدیم مردان بلندقد بودند و در, آن در آنجا جباران بنی اناق را دیدم که اولاد جبارند و ما در نظر خود توجه کنیم در نظر خود اینها مخالفین موسا بودند اینها ناامید کنندگان بودند اینها رهبرانی بودند که شل بودند در حضور خدا نبودند فکرشون فکر دنیوی بود فقط به یک موضوع توجه داشتن اینکه بتونن زندگی خودشون رو موقعیت خودشون رو در نظر بگیرن میگه که و ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و همچنین در نظر ایشان می نمودیم اگر ما در چشم دشمن عزیزان خودمون رو ضعیف ببینیم مسلم بدون که دشمن بر ما پیروز خواهد شد هرگز چنین اجازه رو نباید بدیم باید بیستیم سفت و محکم از این رو تشویقتون میکنم هر صدای منفی رو حتی به شوخی توی خونت بین دوستت بر علیه اپوزیسیون بر علیه آزادی که ایمان داریم به دست خواهیم آورد لطفا مجال ندید مجال ندیم و با ایمان بپذیریم از این رو تشویقتون میکنم البته بعد از این نشون میده توی باب چهارده نشون میده قوم اسرائیل بر علیه مصر بر عزمان بر علیه موسا قیام میکنن حتی موسا رو میخواستن سنگسار بکنن از دوازده تا رهبر ده تاش اشتباه کردن عزیزان پس هوشیار باشید <تصفح> اگر رسیدید به یه نفر گفتن آخی جمهوری اسلامی حالا معلوم نیست روسیه کنارشه احتمالا میمونه نه آخه اپوزیسیون کجا بود چرا بگید این اپوزیسیون همه اپوزیسیون با غیرت ایستادن در طول این چهل سال هر کسی منزه خوش سهمی انجام داده تا به, این... تا به اینجا رسیده روح آیه مسعود صدر شاد مانند آقای مسعود صد خیلی عزیزان بودن که برای آزادی ایران صحبت کردند برای رسوندن آگاهی به مردم ایران صحبت کردند و امروز در بین ما نیستند اما به نظر من این دلسوزی های اینها عمر اینها را هم کم کرد این بی بعضی از مردم نسبت به آزادی ایران که زمانی که نظام اسلامی گفتن ا این آقای فلانی رئیس جمهور بشه بهتر هست حتی ما دیدیم اونهایی که پناهنده سیاسی شدن رفتن رأی دادن به روحانی توبه کنید توبه باید بکنید این اشتباه نیست این گناه بوده یا مجموعه های مذهبی مثل آشورا تاسوا توی آمریکا کانادا درست میکنید میرید این خوراک رو میگیرید باید توبه کنید چون این بود پرستی همین بود ها باعث شد یک نظامی داشته باشیم که چنین ظلمی بکنه باور هست باور تو دل دگه دور چرا تو یک کشور آزادی کشورهایی که آزاد و حکیم و خردمند هستن بود پرستی تو آوردی 1400 سال این بدبختی رو ما کشیدیم اگه اومدی اینجا پناهنده شدی با باورهای پوسیده اسلامی دوباره میخوای زندگی کنی و بقیه رو آسیب برسونی خب برگرد به همون نظام اسلامی برگرد همونجا زندگی بکن چرا ما توی کشور دیگه حق آزادی رو از دیگران بگیری از این علت داره زنجیره باریک و زنجیره های کلوفتی هنوز به این نظام اسلامی وسته برای همینه که میگم توبه کنید توبه کنیم که گناه کردیم اشتباه کردیم بسه من به عنوان خودم که زمانی که این کودتا شد این در از تخریب کشور عزیز ما ایران شد این توطعه انجام شد چهل سال پیش 15 16 سالم بودش فریب خوردیم فریب خوردیم من توبه در حضور خدا کردم بارها در برابر مردم در شبکه توبه کردم که اشتباه کردیم باید حالا چقدر بدتر اونهایی که اومدن باز تو کشورهای دیگه بازم رأی میدن بازم حمایت میکنن چیه میخوان برن ایران برن دربند یه لواشک بخورن برن رستوران یه آب یه دوغ ایرانی بخورن به همین راحتی کشور عزیز ما رو فروختن خیلیا اما امروز ما تو شرایط بسیار حساس هستیم خدا جایگاه رو باز کرده شرایط رو باز کرده عزیزم شرایط آماده هستش کشور قدرتمندی مثل آمریکا بعد از خدا پشتبان ملت با غیرت و آزادی خواه استاده عزیزان دست به دست هم بدید اپوزیسیون خواهش میکنم سواد سیاسی ندارم دانش سیاسی ندارم اما تمام دلم برای ایرانه با تمام دلم میگم بیستیم کنار شاهزاده رضا پهلوی به هر عنوانی که صداش میکنید امروز محبوب مردم هست محبوب اکثر مردم هست بایستیم من تحت پوشش هیچ در اصل سازمان سلطنت طلبم نیستم باور کنید کس با کسی هم من صحبت نمی کنم که بگیم اون افراد افراد سلطنت چرا دوستان بسیاری دارم ولی برفرض اونا رو من تحصیل می زن. الان این تجربه تاریخی است که دارم خدمتون میگم که ایشون رو تشویق کنید چون ایشون هم احتیاج به تشویق داره همش که رهبر نباید ما رو تشویق کنه ما باید رهبر رو و رهبرانمون رو تشویق کنیم من که همیشه نمیتونم تو کلیسا دیگران رو امید بدم توی موعظه تشویق کنم منم لازم دارم چون خدا کلیسم که تو کلیسا منم تشویق کنم توی شبکه منم تشویق کنم انسان هستیم دیگه پس تشویق کنیم شاهزاده رو و کنارش بیستیم و مطمئن باشیم شاهد ایران آزاد خواهیم. خواهش این برنامه رو با دیگران شیر کنید لطفا با هموطنانمون جدی صحبت کنیم من فکر میکنم به شوخی هم نباید عزیزان الان در شرایطی نیستیم حتی به شوخی بگیم ای بابا حالا که ایران آزاد میشه حالا این رهبرا میخوان چه کار کنن اپوزیسیون میخواد چه کار کنه به شوخی هم نگید من عمدنی رو خوندم قوم اسرائیل پیروز نشد چون به زبان آوردن احساس و فکر اشتباهشون رو گفتن ما از چشم دشمنان مثل ملخی نظام اسلامی هیچ چی نیست هیچ چی نیست چون پشت شیطانه که هیچ چی نیست کلیساهای با غیرت ایستادن دارن برای آزادی ایران دعا میکنم کلیسای مثل ما در کنار آزادی ایران برای سرنگونی این نظام داریم دعا میکنیم و برای آبادانی آینده ای ایران داریم دعا میکنیم خواهد افتاد این شیطان میفته بیستیم اینا شعار نیستش اگر طولانی تر از این بشه آسیبشو مردم ما میخورن اونجا خود ما میخوریم ما به هر حال تا هر کجا حتی این کشور آمریکا کشور مهاجر پذیره بسیار کشور خوبی هست خدا رو شکر برای این دولت آمریکا خدا رو شکر برای این سرزمین ایرانی که دلت برای دوغ ایران لواشک ایران چلو کباب ایران تنگ میشه آب و هوای ایران تنگ میشه من و تو اینجا مستجریم اجازه بدیم سرزمین خودمون رو داشته باشیم بچه همون توی سرزمین خودمون باشن هرچند میرن میان کشورمون رو آزاد کنیم دلمون بسته برای اون مردمی که امروز تحت ظلم و ستم هستن به فقر و فساد کشیده شدن هم وطنان عزیزم خواهش میکنم. خواهش کنم لحظه با دعای من متحد بشید میخوایم برای ایران دعا کنیم و از خدا بخوام که خداوند خودش قوت تازه رو به اپوزیسیون بده به طور خاص به شخص شاهزاده رضا پهلوی بده اگر بین اپوزیسیون تلخی کینه ای هست برداشته بشه و اینجا هست که این اتحاد ما باور کنید دیواره تاریک نظام اسلامی رو میشکنه و ما رو یک دل خواهد کرد برای دیدن پیروزی پدر آسمانی خدای قدوس تو رو شکر میکنم برای این وقت اینا که از تو میخوام در نام عیسی مسیح این تو باشی که با قلب ایرانی ها سخن میگی این تو باشی که با قلب خداوند مردم ایران سخن میگی این تو باشی که با قلب خداوند سپاهی ها بسیجی ها آخون ها سخن میگی با دولتمندان نظام اسلامی سخن میگی که قبل از اینکه دیر بشه در نامی سایه مسیح خداوند این تو باشی که ای پدر جان اونهایی که اشتباه کردن گناه کردن توبه کنن ای خداوند و این تو باشی که ای خداوند نهیب بزنی به این نظام اسلامی که بیفته ای پدر جان و تو پرچم پیروزی برای ملت ما باشی همان گونه که ای خدا در کتاب ارمیا اعلام کردی هرچند ایرانی ها آواره جهان خواهند شد اما تو ای خدا این تاریکی رو میشکنی و تو بر قلب ایرانی ها سلطنت میکنی باشه که در این روزها ما شاهد ای خدا این حقیقت و این نبوت باشیم برای کسب آزادی مملکتمون ایران ای تا بتونیم ای خداوندا تحت پوشش فیض تو کشور عزیزمون رو خدمت و محبت کنیم و باشه که ای خدا باعث جلال نام تو نه تنها در کشور عزیزمون ایران بلکه ای خداوندا بیرون از کشور عزیزمون باشیم چرا که تو خدای حقیقی و زنده هستی و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم آمین آمین که هموطن عزیزم با ایمان دریافت کنیم شما عزیزان رو به دستان خدا میسپارم قبل از اون یک بار دیگه از شما خواهش میکنم لطفا دست یاری بدید از نظر مالی اگر شما عزیزان در دلتون هستش بتونیم من فکر میکنم اگر 100 تا عوض 100 تا 100 تا باشن نفری 100 دلار بدن ما به راحتی میتونیم بریم روی ماهواره 200 تا باشید 50 دلار بدید میتونیم بریم نمیدونم اگر شاید اصلا کسی هست که در دلش هست براش توان اینو داره این رو بدونید من برای خداوند عیسی مسیح برای مردمم و برای ایران و خادمی که کنار من هستن همه ایستادیم معیزان شاید پولهای آنچنانی ما در طول ما خرج میکنیم هیچ کجا حساب نمیاد اما زمانی که برای این شبکه شما آنچرا که در دل هست قرار میدی باعث آزادی میشه باعث آرامش میشه ما خودمونم محدود نکردیم معیزان خدا روش شکر برای شبانان و کلیساهایی که فقط درباره مسیح صحبت هیچ خورده نداریم ما گذشته از این کلام سل آمیز ما درباره ایران داریم سخن میگیم عزیزان حتی به خاطر همین خیلی تحت جفا هستیم حتی تحت جفای مالی هم ما قرار گرفتیم به خاطر اینکه از مسیح گفتیم به خاطر اینکه از آزادی ایران گفتیم به خاطر این که اعلام کردیم که یهوه خدای حقیقی هست اگر در دلت هست دست یاری به ما بده میتونید تماس بگیرید لطفا مسج بذارید با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد تا بتونیم همین خدمت رو داشته باشیم هم گسترده کنیم فیض در رحمت خدا با شما باشه با سپاس از تک تک شما عزیزان که با من بودید همچنین از بعد عزیزم آیه یاسر عزیز که در اتاق فرمان بودن شما عزیزان رو به دستان خدا میسپاریم فردا به وقت لس آنجلس ساعت 9 و نیم صبح در شبکه محبت در خدمتون هستیم که به وقت ایران میشه 9 و نیم شب عادی نشه. فیض مسیح با شما باشد و بماند تا عبد آمین <applause> فقط عشق میتونه نجاتم بده اونم عشقی که از تو تو قلبمه دارم عاشقونه صدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته دلم دست به دعاته چشم چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته